هممیهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز مهشید 25 تیر ماه 2583 ایرانیه و 15 از ماه جولای 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. You see something that said, take a look at what happened over. خب هممیهنان عزیز و بزرگوار، همونطور که در جریان هستید و حتما تا الان دیگه به گوشتون رسیده، حدود 24 ساعت پیش علیه جان دونالد ترامپ سوء قصد انجام شد و در واقع عملیات تروری توسط یک جوان 20 ساله انجام شد. دونالد ترامپ به طرز فوق‌العاده شگفت‌انگیزی از این سوء قصد و ترور جان سالم به در برد. اما فقط این نبود، بلکه دونالد ترامپ روز گذشته بزرگترین پیروز میدان سیاست در آمریکا و جهان بود و بدون شک این اتفاق پیروزی او رو قطعی کرده. ببینید، روز گذشته اتفاقی که افتاد یه بعد وسیع از برندگان و بازندگان داره. سر داستان، برنده این داستان روز گذشته شخص دونالد ترامپ. بدون شک دونالد ترامپ با اتفاقی که از روز گذشته افتاد و جان سالم به در بردن او، که در این اتفاق ناگفته نماند که یکی دو نفرم زخمی شدن، حداقل یک نفر، یک پدر خانواده که خودش رو روی خانوادهش انداخته و تا اینکه گله به اونها نخوره جانش رو از دست داد و کشته شد در این اتفاق. اما در این اتفاق دونالد ترامپ بدون شک بزرگترین برنده میدان خواهد بود و اینجا من براتون توضیح خواهم داد که چگونه. از همین الان شما میتونید دونالد ترامپ رو رئیس جمهور آمریکا محاسبه بکنید در اتفاقات سیاسی، یعنی در محاسبات سیاسی محاسبه بکنید. اما بزرگترین بازنده این داستان کیه؟ رژیم اسلامی و شخص علی خامنه‌ای. چطور؟ ببینید، قبل از اینکه کاملا به این داستان بپردازم که چگونه علی خامنه‌ای واقعا بدون شک داره جهنم رو برای سال آینده تصور میکنه و میبینه که چگونه ظرف یک سال حداقل رژیم رو جوری تحریم خواهند کرد جهانیان و در رأس اون آمریکا، که براندازی این رژیم لحظه ای زمان بیشتر نخواهد بود برای ملت ایران. قبل از که کل ماجرا رو برای شما روشن بکنم، اینو فقط در نظر داشته باشید که تمام جهان از جمله ولادیمیر پوتین و دستیارانش این اتفاق رو محکوم کردن، که البته در مورد حتی روسیه هم این مسخره است که چون خود ولادیمیر پوتین مخالفین خودش رو میکشه، یعنی علنا میکشه همه رو و با سم و با رادیواکتیو و با اینا میکشه، اما همه اینو محکوم کردن. در بین همه این کشورها، حتی روسیه، تنها رژیمی که برای کشتن دونالد ترامپ، مایک پومپئو و جان بولتون برنامه ریزی کرده، آدم کش استخدام کرده، جایزه تعیین کرده، رژیم اسلامی. و به قدری احمق بیشعوریه علی خامنه‌ای که روز گذشته اومده چیکار کرده؟ بعد از اینکه تمام جهان تسلیت گفتن و این مرگ این آمریکایی ها رو و محکوم کردن این اقدام رو، چیکار میکنه؟ روزه میره و عکس قاسم سلیمانی رو که میدونی که اینا گفتن ما دونالد ترامپ رو خواهیم کشت که انتقام قاسم سلیمانی رو بگیر. خب اینقدر احمقه که عکس قاسم سلیمانی رو میذاره در حالی که روز گذشته همه میدونن که دونالد ترامپ اصلا پیروز داستان شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اولا که باید بگم بسیار متاسفم، چون ما روز گذشته قرار بود تعطیل داشته باشیم و یه سری کارهای عقب مونده رو انجام بدیم. دقیقاً روزی که ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که تعطیل بکنیم و امکان کار نداریم و به کار دیگه این مشغولیم، کارهای خصوصی عقب مونده، یک دفعه همچین اتفاق میفته. باید ببخشید. اما فرقی نمی‌کنه. جمع‌بندی موضوعی که به ما ایرانیان مربوط میشه. خب
یعنی الان ما میتونیم به این بپرزیم که چگونه کل این داستان 100% علیه رژیم اسلامی به کار گرفته خواهد شد و استفاده خواهد کرد دونالد ترامپ و حکومت و در واقع دولت بعدی آمریکا. خب ببینید، یک جوان 20 ساله که سابقش کمی مجهوله، اولا که به عنوان جمهوری خواه ثبت کرده خودش رو، اما تنها کمک مالی که در سیاست کرده $15 به یک جنبش چپ رادیکال کمک کرده در سال 2021. به هر حال اما میخواسته دونالد ترامپ رو بکشه. الان ماه هاست که دموکرات‌ها در آمریکا دارن تلاش میکنن با بهانه اینکه دونالد ترامپ یک مجرمه که میدونه یک پرونده ساختگی علیه ساختن در نیویورک که اصلا پرونده نبود. بسیاری در آمریکا میگن اصلا این پرونده نیست و یک پرونده محلیه و آخرش هم واقعا به جای درستابی هنوز نرسیده، کار زیادی داره. بسیاری از دموکرات ها تلاش کردن که محافظین دونالد ترامپ رو که جز به اصطلاح سیکرت سرویس یا پلیس امنیت در واقع اشخاص در آمریکاست، این رو ازش بگیرن. چرا؟ با این بهونه که این مجرمه و مجرما حق ندارن محافظ داشته باشن. خب قانونگذاران آمریکایی داشتن این کار میکردن، یعنی دموکرات ها داشتن الان کار میکردن برای اینکه اصلا محافظای ترامپ رو ازش بگیرن. برای چی؟ برای اینکه جونشو به خطر بندازن. الان روز گذشته که این اتفاق افتاد همشون خودشون رو خراب کردن. چرا؟ چون در یک لحظه، ببینید خیلی متوجه نیستن که چه اتفاق مهمی افتاد، در یک لحظه دونالد ترامپ میتونست هم وجود نداشته باشه که اگر وجود نداشت احتمالاً جمهوری خان انتخابات رو میباختن. خب چرا؟ چون ببین الان 5 با مونده به انتخابات، الان تو این وضعیت دونالد ترامپ سر در انتخابات قبل از این اتفاق. چرا؟ چون جو بایدن واقعا آدمی نیست که بتونه 4 ماه دیگه اصلا رئیس جمهور باشه، چه برسه به 4 سال دیگه. خب همین چند ساعت پیش که اومد یک نامه خون از دفتر رئیس جمهور آمریکا، تو چند تا غلط واقعا عجیب و غریب خنده‌دار بود در حالی که داشت از روی نوشته میخوند، یعنی از روی نوشتم دیگه نمیتونه بخونه جو بایدن. بنابراین تو این 5 ماه اصولا دونالد ترامپ برده بود. دیروز در اون لحظه که گلوله از بغل سر دونالد ترامپ رد شد، این گلوله اگر میخورد جمهوری خان میباختن، اگر نمیخورد و نخورد پیروزی دونالد ترامپ قطعی شد. و فقط و فقط به خاطر چی اتفاق افتاد؟ چرخش سر دونالد ترامپ. یعنی دونالد ترامپ در یک لحظه میخواست چی بخونه؟ سرش رو چرخوند. همون لحظه که سرش رو چرخوند، گلوله از بغل سرش رد میشه و گوشش رو خراش میده. و وقتی اولین گلوله رو خورد و گوشش رو خراش داد، سرش آورد پایین و دیگه گلوله‌های دیگه هم به خطا رفت. البته خورد به مردم دیگه به خطا نرفت و جانها رو گرفت. و سری ویدیوهایی هستش که در اون لحظه که شلیک میکنه، البته به نظر میاد که اصولا پلیس هم خطاهایی کرده، مردم اصلا دیده بودن قبلش این تیرانداز رو، گفته بودن به پلیس که آقا ما تیرانداز دیدیم رو اون پشت بوم، پلیس کاری نکرده، ظاهرا ناده گرفته. یعنی اینجا اشتباه ها احتمالا خطاهایی وجود داره که دوباره برمیگره به سازوکار این سرویس محافظتی رئیس جمهور سابق آمریکا که الان جو بایدن رئیسش در واقع، و اصولا مشکلاتی وجود داره حتی بیش از پیش برای جو بایدن. اما در این لحظه کلن همه چیز مشخص شد. بعد از این خطایی که کرد، تیراندازای گارد محافظ دونالد ترامپ فوراً اون رو خونسا کردن و در جا تیرانداز و تروریست کشته شد. دونالد ترامپ اما عمل هست که میبینید میفته زمین و بلند میشه. در یک لحظه اما به نظر من دونالد ترامپ کل انتخابات ریاست جمهوری رو برد. چه لحظه یه؟ اون لحظه که داشتم میبرنش، گفت آماده بودن برن تو ماشین، گفت سب بکنید، سری مشتش رو آورد بیرون و گفت بجنگید. 3 بار. اون لحظه که مشتش رو آورد بیرون همه چیز تمام شد. یعنی داستان ریاست جمهوری آمریکا، اونم جو بایدن که اصلا چرت و پرت طرف، همه اینا تمام شد. چرا؟ این بر میگرده به یک چیزی که اصلا کل این مفهوم جمهوری نادیده میگیره در بشریت. ببینید اشکالی که جمهوری داره اینه که میاد نهاد غرور ملی رو قاطی میکنه با بازی دعوای سیاسی. هیچ وقت شما این کار نمیتونی بکنی در ملت و در کشور. برای همینه که اصلا ما چیز داریم به نام پادشاه. چرا پادشاه داریم؟ میخواد که ما ایرانی ها در تمدن ایران اعتقاد داریم که همه ای ما باید مثل شاه باشیم.
ببینید شما در تمدن ایران حالا در آینده بیشتر متوجه این خواهید شد که چگونه این کار میکنه و چگونه این اصلا راه درسته و چگونه ما قدیمی ترین تمدن جهان هستیم که تونسته تا الان پیش بیاد و الان حتی میبینید که دیگه حتی چیزای پیچیده‌ای مثل شیعه گری که الان نفوذ کرده به آمریکا و اروپا، اما ایرانی‌ها الان دارن بیرونش میندازن از جامعهشون و دارن در میارن از جامعه و دارن دور میندازن، با وجودی که هم سلاح داره، هم پول نفت داره، همه چی داره، ولی کارش تمامه در ایران. در واقع روزهای آخرش داره میبینه چجوری این کار میکنه. ببینید ما ایرانیان اصولا خانواده هامونو مثل یک پادشاهی بزرگ میکنیم، یعنی شما پادشاه خانوادت هستی، همسرت و زنت ملکه است اگر مردی، اگرم زنی که شما ملکه ای و شوهرت پادشاه، در واقع بچه های تو مثل پرنسس هستن و بچه های تو قرار پادشاه بشن و ملکه بشن در آن. اینطوریه، یعنی چرخه انسانی و نهاد جامعه‌ای که ما میسازیم در واقع اینطوریه. اگر اینطوری نباشه هر تمدنی که باشه سقوط میکنه. حالا در آینده بیشتر من توضیح به شما میدم که چگونه این در تمدن غرب عوض شده و به هم ریخته، برای همین که شما میبینید اصلا چرت و پرت شده تمدن غرب، چرت و پرت. یعنی الان تمدن غرب تمدنیه که اگر مرزشو باز نکنه، 10 میلیون آدم غیرقانونی از کشورهای عقب مونده جهان سوم وارد نکنه، امکان نداره بتونه جمعیت خودش حفظ بکنه و قطعا سقوط خواهد کرد. این نتیجه این تمدن غرب و در بعد سیاسیش این جمهوریه که دارم به شما میگم. اما کجا این داستان برمیگره به دونالد ترامپ؟ ببینید روز گذشته وقتی دونالد ترامپ خورد زمین افتاد و با گوش خونی و صورت خونی بلند میشه و دستشو مشت میکنه، در اون لحظه به عنوان پیروز یک نبرد تمام آمریکایی‌ها و حتی دموکرات‌ها دلشون خرسند میشه و احساس میکنن که بردن و اون وقت نمادی ملی دارن. الان دونالد ترامپ نمادی ملیه. الان خیلی از دموکرات‌ها میان صحبت میخوان بکنن، میخوان علی صحبت بکنن، اینا تمام کار. دونالد ترامپ از دیروز به بعد شد نمادی ملی، قهرمانی ملی. در واقع تیر خورد زنده موند، نمیدونم علیه شکایت کردن بیشتر کمک جلب کرد. الان روز گذشته وقتی تیر خورد، ایلان ماسک یکی از ثروتمندترین آدمای جهان و اغلب، یعنی مسابقه داره با افراد دیگه، بعضی وقت ثروتمندترین، بعضی وقت دومه، بعضی وقت سومه، پنهانی داشت کمک میکرد به گروهای مدافع دونالد ترامپ. روز گذشته 2-3 ساعت بعد از این اتفاق اعلام کرد که آقا من کاملا از دونالد ترامپ حمایت کاملا. الان کمک های مالی به ترامپ صف کشید. ترامپ اصلا یه صفحه هم اعلام کردن برای کمک های مالی به اون افرادی که صدمه دیدن. الان صرف چند ساعت 2-3 میلیون دلار پول جمع شده فقط برای اونا، نه برای خود ترامپ. ترامپ به قدری محبوبیت ملی، کمک مالی جمع خواهد کرد که از همین الان من به شما میگم خیالتون راحت بشه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. و اگر یادتون باشه، البته با هم دیگه ما صحبت کردیم که احتمالاً اگر دونالد ترامپ همینجوری ادامه بده و زنده باشه رئیس جمهور خواهد شد، که میبینید الان به قدر اینا چیز بودن که برخی این احساس کردن که باید ترامپ رو سرش زیر آب کرد وگرنه رئیس جمهوره، که شکست خورد در یک ثانیه، در کمتر از یک ثانیه موفق نشد و ترامپ الان نه تنها رئیس جمهور خواهد شد که به نظر من قطعا به شما بگم دونالد ترامپ حداقل تا 2-3 سال 4 سال آینده سیاست در آمریکا رو خواهد چید، یعنی از بیخ براش پی خواهد چید، سیاست جدیدی خواهد چید و به نظر من اصلا حتی رئیس جمهور بعدی رو هم تا حد زیادی تاثیر روش خواهد گذاشت و احتمال داره که 4 سال بعد هم یک جمهوری خواهد روی کار بیاد تا ببینیم چی میشه، ولی الان این قدرت رو داره، یعنی این قدرت ملی و این محبوبیت ملی رو داره. اما در مورد رژیم بدون شک بازنده بزرگ این میدان رژیم اسلامیه. چرا؟ اولا که رژیم به طرز احمقانه، یعنی علی خامنه‌ای کاراش واقعا منو به خنده میندازه. من نمیدونم چرا علی خامنه‌ای اینجور احمقانه اجازه داد که سپاه پاسداران تبدیل بشه به یک ارگان فرانظامی. یعنی واقعا این کار احمقانه بود. خود پوتین که اینقدر آدم مکاریه اجازه نداد این اتفاق بیفته. یعنی شما یادتون باشه چی درست شد مثل سپاه در روسیه به نام واگنر، اگه نمیدونم یادتون هست یا نه، بعد 1.5 سال پیش اصلا کودتا کردن، یادتون باشه بلند شد حمله کردن میخواستن برن مسکو رو بگیرن. چه اتفاقی افتاد؟ واگنر فرماندهش که کشت، خب سقوط هواپیما کشت، بمب گذاشتن تو هواپیماش ترکید، بعد بقیه رو هم یه سری ها رو تقریبا تبعید کرده اصلا به آفریقا، به کلی خلع سلاحشون کرده. چرا؟ ببینید شما یه
ارگان نظامی داری که اجازه میدی تو همه چیز دماغش فرو بکنه، بعد دیگه سیاست بین المللی هم نمیتونی کنترل بکنی. قاسم سلیمانی تبدیل شده به وزیر خارجه رژیم غیر رسمی، یعنی بر خودش آدم میورد، آدم میبرد پیش خامنه ای، یادتون باشه. و ظریف مثلا ناراحت بود، دعوا شد سر آوردن بشار اسد به تهران اینو با قاسم سلیمانی، اون موقع زنده بود. بعد که دونالد ترامپ کشت این رو، موقعیتی قرار گرفت علی خامنه ای که دیگه راه برگشت نداره. الان وقتی این اتفاق افتاد، این علی خامنه ای به قدری احمقه که به جایی که مثلا یاد بگیره از پوتین یا کسای دیگه که آقا بعد از ترامپ هم مثلا آمریکایی هست، بالاخره ما باید با اینا چیز بکنیم، حتی ممکن شما بری باش بجنگی، نیم میلیون نفرم کشته بودی، اما صلحی باید در کار باشه، انقدر این شعور نداره. برمی‌داره عکس قاسم سلیمانی رو بعد از این اتفاقا میاره تو هیئت مذهبی مثلا مسخره خودش، میذاره روزه میخونه. ببینید چنین آدمی که الان قفل شده، یعنی سیاست خارجی رژیم قفل شده با قاسم سلیمانی که کی گوشتش؟ دونالد ترامپ. خب اینا چجوری میشه درست کرد الان؟ الان که قطعاً قراره دونالد ترامپ بشه رئیس جمهور آمریکا، چجوری میشه اینو درست کرد؟ هیچ راهی نداره. شما الان این خامنه‌ای تصور می‌کنید، میتونید ببینید که و درک بکنید که علی خامنه‌ای می‌بینه که دونالد ترامپ رئیس جمهور خواهد شد. قبل از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه، سپاه پاسداران کلاً گروه تروریستیه. لحظه که دونالد ترامپ بیاد، تلفنو ور می‌داره به شی ژاپین زنگ می‌زنه، میگه اگر تو از رژیم اسلامی نفت بخری، من تحریمت می‌کنم. من دیگه نمی‌ذارم تو جنس بفروشی با آمریکا. شی ژاپین تلفن هنوز زمین نذاشته، سپاه رو تحریم خواهد کرد. مطمئن باشید. این رو هم بدونید. الان روسیه داره تهدیدای میکنه در مورد اینکه آقا با رژیم ما می‌خوایم قرارداد امنیتی ببندیم، اینو ببندیم، اونو ببندیم. در لحظه‌ای که لازم باشه، ولادیمیر پوتین رژیم رو خواهد فروخت. چرا؟ به خاطر اینکه این رژیم احمقه. هیچ راهی و جایی در آینده نداره. اگر داشت به جای اینکه طرف عربا رو بگیره پوتین در جزایر سگانی یا هر چیز دیگه ای، طرف رژیم رو میگرفت. هیچ امتیاز واقعی ولادیمیر پوتین به رژیم نداده. الان تنها چیزی که داره میبینه و داره میگیرن قول و قرارهاییه که هیچ کدوم عملی شدنی نیست. روسیه نمیتونه نیرو بیاره در ایران پیاده بکنه و وقت توقع داشته باشه که یک جنگ تمام عیار در نگیره و ملت ایران نریزن، این رژیم رو پایین نکشن و بعدم از فرداش بزرگترین دشمن روسیه نشن، اونم کجا؟ بغل گوششون. بنابراین حالا دور نشیم از داستان. علی خامنه‌ای کلا این بازی رو باخته، قافیه رو به کلی باخته و بزرگترین بازنده روز گذشته علی خامنه‌ای بود، بزرگترین برنده اون بدون شک دونالد ترامپ. امیدوارم تمام این چینش ادامه پیدا بکنه. اما ما باید بدونیم مسئولیت بزرگ ما ایرانیان اینه که خودمون آماده تغییر بشیم. ما باید آماده بشیم. نمیتونیم ما الان بلند شیم بریم سینه بزنیم برای حسین ابن علی، بگیم آقا مثلا دیدم من تو هیئت ها الان ویدیوهایی که میرن سینه میزنن برای حسین و وسطش یه متلکم به رژیم میگن. اینا رو بنزید دور عزیز من. تو وقتی عزاداری میکنی برای حسین ابن علی، برای جد علی خامنه ای داری عزاداری میکنی. اون از قبل بازی رو برده. کی میخوایم ما این داستان رو متوجه بشیم؟ بسیاری از ایرانیان این داستان شیعه گری رو کنار گذاشتن و دیگه گول نمیخورن و به آینده ایران میاندیشن. شک نداشته باشید شرایط به نفع ملت ایران تمام خواهد شد، اما ما هم باید در لحظه مناسب وظیفه خودمون رو در قبال ایران انجام بدیم. پایدار و سرفراز ایران و ایرانی. جاوید شاه تا با خبر بعدی، بدرود.